چیز باید خدا دوست بداریم؟ الله. چطوری دوستی ما با الله قریبی شود؟ باید دوست نداریم تا دوست بداریم. باید غیر الله و دشمنان الله و هرچی که الله منش میآید و اونو به عنوان معصیت اعلام کرده اونو کنار بذاریم. ما میشویم بنده مؤمن و عزیز الله. پس باید دوست بداریم اون چیزی که الله دوست دارد. و اگر میخواهیم که الله هم ما را دوست بدارد و دوستی ما کامل بشود، دوست نداریم آن چیزی که الله دوست ندارد. نه تنها دوست نداریم بلکه نفرت دشمنی را آشکار بکنیم. ما چون تو ضد الله هستیم و الله دوست نداریم و این امر خلاف رضای الله هست و محبت الله هست، ما تو را کنار زدیم. من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكبر الايمان. کسی که به خاطر الله دوست بدارد، به خاطر الله دشمنی کند، به خاطر الله ببخشد عطا بکند، به خاطر الله اجتناب خودداری بکند نبخشد، فقد استكبر الايمان. این کسی است که دنبال کمال ایمان است. این دعا را در سوره کهف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. پروردگارا از نزد خودت برای ما رحمتی بفرست که این رحمت سبب رشد ما بشود. میدانید که رحمت خدا، رحمت واقعی خدا چیست؟ این که خدا به توفیق بده و عقلت بده. باور بکنید رحم باقی خدا این که خدا به انسان عقل بده و توفیقش بده که با عقلش فکر بکنه در طولیت. اگر خدا میتونها رحمه نازل بکنه از عقلت استفاده نکنید، فکر نکنید از همه رحمتها بیداره نازل و همه رحمتها رو استفاده نادرست بکنید. رحمت خدا زیاده که ما عقل رو بکار نگرفتیم. ربنا رحمتا و هر یه لنا به امر نارشدا، رحمتی بده که بعد از اون ما آفل باشیم، به روش برسیم، رشید باشیم، درست تصرف انجام بدیم. پس رشادت با عقل مرتبطه. یعنی خداوند اینجا این عقل به عنوان یک رحمت ارزشمند معرفی کرده. هر کسی با این عقلش فکر نکنه رشادت از دست میرهد. به نفس آیه سوره کهف